واقعیت قسم امی از قماندان صاحب که ما شما با بی‌غیرت‌ترین، نامردترین و بد اخلاق‌ترین دشمن طرف هستیم. از خرد تا کلانش اگر غیرت داشته باشه و نامرد و بد اخلاق نباشه. بنوید خداوند. بیننده های محترم کانال خبری شهر نیوز، شما را خوش آمدید میگم به یک خبر فوری از ولایت پنجشهر. جزئیات پیام مهم فرمانده خالد امیری که همین اکنون به دست ما رسیده است. برای جزئیات بیشتر این گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه ترین خبرها کانال شهر نیوز را حتما دنبال کنید. وبسایت خبری 8 صبح نوشته است که خالد امیری میگوید طالبان با نشر ویدیویی از ایران شکست خود را پنهان میکنند. فرمانده خالد امیری، فرمانده عمومی جبهه مقاومت در پنجشهر، گفته است که آمار جدید نشر شده از سوی طالبان تلاش برای پنهان کردن شکست این گروه در نبردهای اخیر پنجشهر است. فرمانده خالد امیری، فرمانده عمومی جبهه مقاومت در پنجشهر، روز چهارشنبه 23 سنبله در یک پیام صوتی آمار جدید نشر شده از سوی طالبان را تبلیغات خوانده است. فرمانده خالد امیری در این پیام صوتی گفته است که طالبان در حمله گسترده‌ایشان در پنجشهر که گمان می‌کردند آخر کار باشد شکست خورده است. او خاطر نشان کرده است که طالبان بعد از شکست در نبردهای اخیر ویدیویی از تیرباران اسیران جبهه مقاومت از جمله فرمانده یار محمد را نشر کرده تا به نیروهایشان روحیه بدهد. به گفته خالد امیری در حمله اخیر طالبان بیش از 100 تن از نیروهای این گروه کشته شده است. فرمانده خالد امیری افزوده است که طالبان با ظلمی که به مردم میکنند نظام استبدادی و ظالمیشان را سرنگون خواهد کرد. باید افزود طالبان روز گذشته ادعا کردند که در 4 ولسوالی پنجشهر 40 نیروی جبهه مقاومت به شمال 4 فرمانده این جبهه را کشتند. جزئیات درگیری های اخیر و تلفات سنگین دو طرف را از زبان فرمانده خالد امیری بشنوید. گرفتم فقط گپای مهمی است که با ما برادرها بگوین که زیر تاثیر تبلیغات دشمن نرین. دشمن تصورش این بود که با اینمی حمله که سرده را کنجاب داده بود شاید قصه او طرف مکمل ختم بکنم. وقتی دید که بیشتر از 100 نفرش کشته و زخمی شد و یه چیزی به دستش نامد، ویدئوی به شهادت رساندن قماندان صاحب محمدی ها را دیگه مجاهدین نشر کردن و خواستن به مردم پیروزی خود نشان بدن. این احمقان نمیفهمن که نشی ویدئو شکستشان نشان میده، جنایتشان نشان میده و روسیاییشان به دنیا نشان میده. دشمن خودش به تمام معنا میفهمه که این جنگ چقدر تلفات داد و با نشر اینمی ویدیو و اخبار نادرست میخواد به خودش هم به یک نحوی روحیه بده. وقتی ما و شما در این راه همی احمد شاه مسعود عامر صاحب شهید از دست دادیم، استاد شهید از دست دادیم، مزاران شهید دیگر از دست دادیم، پس همی خون ما رنگین تر از همی خون از ما نیست. اگر ما هم دبی را شهید میشیم از این که مرگ با عزت دیگه نیست. خیلی چرا نمی کو برآمدیم؟ آگاهانه برآمدیم و میفهمیم نتیجه کار ما چیست و حق ما را کسی آسان بر ما نمیده. واقعیت قسم امی از قماندان صاحب که ما شما با بی‌غیرت‌ترین، نامردترین و بد اخلاق‌ترین دشمن طرف هستیم. از خرد تا کلانش اگر غیرت داشته باشه و نامرد و بد اخلاق نباشه. اینم امروز امی رفتاری که با اسیر و مردم عام میکنن معلوم میشه که یهود و نصارا بالا از یا شرف دارن و ما مطمئن هستم و میگه که به وحدانیت خدا ایمان دارم. به این باور دارم که امروز نه فردا نه پس فردا اینمی خونای ناحق که ریختانده میشه و این ظلمی را که بالای مردم میکنن اینمی سبب سرنگونی نظام و رژیم فاشیستی و تروریستی از یام میشه. گپ آخر همین قماندان صاحب، هزار بار شکر که همگی قماندان صاحب شکر خوب هستن، همگی در مسیرهای موقتهای خود هستن، همگی ارتباط ما با تمامش وصل شدیم، ارتباط ما تامین شد و گپ ما تو هم شد که گفتیم هر قدر که نیروی بیشتر بیارن بیشتر تلفات میدن، کم بیارن کم، و همون تو هم شد که به کمک خدا به حساب تلفات دادن. دگم مجاهدین تا سلام بگو، به خیر سلامت باشی، پیروزی را به همه گیشان تبریک بگو، زیر تاثیر تبلیغات های منفی و گپای یک روزه و دروزی از یا نگردین. انشالله ما و شما پیروز هستیم، خدا با ماست، مردم با ماست، دنیا با ماست. قربانت جان، به خیر باشی، همه گیر سلام بگو، خدا نگهدار و تماس.